6 صبح و من دارم میرم اولین کشی که اینترویو تحویل بگیرم. حقیقتش خیلی استرس دارم، ولی از یه طرفی هم خوشحالم. یه عالمه بند و بسات برداشتم، اسکرابم پوشیدم. الان نگین بگین وای این لباس اتاق عمله. وقتی یه کشیکی میتونی اسکراب بپوشی، قرار نیست باش بری تو اتاق عمل، صرفا چون راحت تره به جای رو پوش میپوشیم. بچه ها بالاخره کارام تموم شد. البته استاد هم نیومده ویزیت کنه، از گشنگی دارم و میرم. همه سر پا بودم. بچه ها یعنی واقعا داغونم، اینقدر پرستارا سرم جیغ و بیغ کردن باورم نمیشه. واقعا داغونم، سرم درد گرفته از گشنگی و تشنگی. واقعا خسته شدم، یعنی همه میگفتن که قلب اینجا خیلی آفه، خیلی خوبه، ولی متاسفانه امروز هم مریضامون خیلی بد بودن، خیلی مریضای پیچیده و اینا بودن، یا اعزام میخواستن یا میخواستن خودشون ترخیص شن، یا مثلا انتقال به سرویس و آی سی یو اینا داشتیم. همین که پرستارامون خیلی بد بودن، یعنی هی با اینکه من بهشون گفتم که ببین من روز اولمه، تا حالا این کار رو انجام ندادم، و خود استادمون هم میگفتش که بهشون مثلا یکم آسون تر بگیریم، ولی همش یه تک داشتن دات میزدن، زود باش زود باش پر کن. ولی آخر من سوالم میپرسیدم ازش که مثلا این بچه رو پر کنم چیکار کنم، میگفت من که جوابتو نمیدم، خسته شدم، به من ربطی نداره. بچه براتون تور پاویون گردی بذارم، یخچال، مایکروفر و چیز یارو. وقتی هم پیجمون خواستم بکنن اگه نریم زنگ میزنم به همون. بعد تلویزیون و کمد و این حرف رو داره، سینک و اینا، اینجا هم دستشویشه. بعد اینجا هم توش تخت برای خوابیدن. الان نهار خوردم، برم دستشویی. بچه دستشویی خیلی مهمه، چون یه دفعه میبینی وقت نمیکنیم بری دستشویی. بعد برم سر بزنم ببینم مریض جدید اینا چی داری. شب شد و باورم نمیشه که شبه و من تو بیمارستانم برای اولین بار. ترسناکه به نظرم یه مقداری. غذای عیونی، اینترن های عفونی. یعنی اومده بود بالاخره چشمم گرم بشه، یک دقیقه زنگ زدم. بچه ها میگن اورژانس خیلی شروع برم بودن اصلا یک شبه رو دارم میرم پایین. بچه ها کلی کیس عجیب غریب داشتیم توی یه عروسی، چاقو خورده بودن، بعد اصلا کلا خیلی چیزای وحشتناکی بود. حالا بعدا میام تعریف میکنم. الان باید برم با سی سی او، بعدش میخوام برم اتاق عمل اون چاقوی رو عملش کنم. خیلی
دوستت دارم. آرامش شب بیمارستان واقعا عجیبه و خیلی شبیه آرامش قبل طوفان، یعنی یه لحظه این طوریه و یه دفعه ای اورژانس قلقل نمیشه، ولی اون تایمانش که آرومه واقعا لذت بخشه. مثلا الان هوا پاییزی شده، خیلی خوبه و واقعا برای اولین بار تو زندگیم، نه برای اولین بار نیست، دارم حس میکنم که چجای درستی هستم و دوست دارم، واقعا اورژانس رو دوست دارم و شغل خوبیه. بیا با هم خواهش کنیم، بیا بچه، بیا بزن من برم بخوابم. پوست کشید بگیم، کشید رو تحویل دارم و تمام، اولین کشید تمام. شکنجه های دور تو عزیز جان بگو کجا. باور نمیشه بالاخره رستم خونه، دارم میمیرم، اینقدر خستم که به رنده اسنپ جان که بگم خداحافظ گفتم شب بخیر. یارون جون چه خوبین، چطورین؟ من الان حدودا 10 روز از زمانی که اینترن شدم میگذره و باورتون نمیشه که این مدت، یعنی همش خواب بودم. وقتی که بیمارستان بودم، بعد که میومدم خونه خواب بودم، همش خسته و نمیدونم، یعنی انگار هماهنگ کردن زندگیم خیلی برام سخت شده. الانم باز ببرم کشیک سوممه. اومدم در ادامه این ویدیویی که دیدین، چقدر پودر فیکس زدم، در ادامه این ویدیویی که دیدین اومدم یه سری چیزا بگم. حقیقتش من دارم کتاب زوربای یونانی رو میخونم، اتاقم به هم ریخته است که الان نمیدونم کجاست که بتونش اومدم و خیلی جالب بود. خب همونطور که تو ویدیوهای قبلی من گفته بودم، من همیشه خیلی قصه میخوردم وقتی که مثلا یه کسی رو میدیدم یه مشکلی براش پیش اومده، یه بیماری گرفته، و این قضیه خیلی روم تأثیر میذاشت، حتی روی راندمان هم تأثیر میذاشت. این کتاب زوربای یونانی خیلی توش حرف جالبی بود، داشت میگفتش که مثلا تو یک کسی رو میبینی که طرف خیلی سنش کمه، مثلا ازدواج کرده، به زور شوهرش دادن، نمیدونم الان کلی بچه داره، تو دلت به حالش میسوزه و میخوای بیای بگی که حقوق زن و مرد مساویه، تو حقت نیست فلان اتفاق براش بیفته. میگفت وقتی تو اینو بهش میگی، خب اونم بچگی با اون تربیت بزرگ شده و الان حس میکنه این اتفاقی که تو زندگیش هست اتفاق ناعادلانه ایه، سر همینم اونو خیلی راحت تر میتونه حذف کنه. ولی وقتی تو میای بهش همچین چیزی میگی، اتفاقا معادلات ذهنی اونو به هم میریزی و حتی ممکنه باعث بشی که اون طرف زندگی سختری داشته باشه. میگفت در حالتی بیا این موارد رو بگو به کسایی که مثلا جز قشر ضعیف هستن، که اون مورد میتونه واقعا تو زندگی اون آدم یه تغییری رو به وجود بیاره. اگر که با گفتن این موضوع که نه تو حقت نیست اینطوری باشی، نمیدونم تو نمیدونم به عنوان یه زن حقوقت داره پایمال میشه، اگر میبینی گفتن این شرط زندگیشو عوض نمیکنه، صرفا یه دردی به اون دردهاش از نظر روانی اضافه میکنه، پس اونو بهش نگو. و این خیلی به من حس آرامش داد، مخصوصا الان این بیمارستانی که هستیم توی منطقه از تهرانه که یه مقدار مردمش ضعیفتر هستن و توی اورژانس مثلا ما خیلی کیسای چاقو داریم. باورم نمیشد مثلا توی بیمارستانهای دیگه‌مون یا یکی از بیمارستانامون هستش که مثلا جای خوبی از تهرانه، بیشتر کیسای اورژانسمون کیسای خودکشی هن. ولی اینجا بیشتر کیسای اورژانسمون کیسای نزاع و چاقو و این حرفا هستن. حتی ما یک کیسی که داشتیم تو کشیک اولم اینطوری بود که توی عروسی برش دادن به یارو چاقو زده بودن، حالا سر این که مثلا سر یه زمین مشکل خانوادگی داشتن و طرف اومده بود تو عروسی مست کرده بودن، با چاقو یارو زده بود، بعد کل اون عروسی اومده بودن تو بیمارستان
تا صبح جلوی در بیمارستان بودم تا طرف بره و تا عمل و اینا، چون چاقو هم که زده بودن تو ریش بود و شانس آورده بود که مثلا به نخواهش اینا نخورده بود. یا مثلا یه بچه خیلی کم سن و سال دیده بودیم، یه تینیجر خیلی کم سن و سال که اومده بود کلی الکل خورده بود، داشت وسط اورژانس باباشو میزد. یا سر دربی ما چند تا کیس داشتیم، من باورم نمیشد دربی اینقدر برای مردم اهمیت داشته باشه. سر دربی رفته بودن کتک کاری کرده بودن و با میلگرد فکر کنم زده بودن تو سر هم دیگه. بعد این وسط یکی از نمیدونم خواهر طرف بود، مادرش بود، نمیدونم کی بود، داشت میگفت اصلا نگران نباش، میریم پیداشون میکنیم کتکشو میزنیم. و مثلا این خیلی تو ذهن من قفل بود که مثلا به جای اینکه بیای برادرتو آروم کنی بگی که مثلا این چه کاری بود که کردی، خودت بگی نه نگران نباش. مثلا این نشون میده اپروچ های ذهنی آدم ها با همدیگه متفاوته و حس میکنم این باعث شد که من خیلی راحت تر بتونم این قضیه رو هضم بکنم. من یادم داشتم با تراپیستم صحبت میکردم، با بچه دار دیرم میشه، داشتم با تراپیستم صحبت میکردم، داشت میگفتش که توی زندگی عدالت به اون شکلی که تو فکر میکنی توی مغزت وجود نداره. عدالت اینه که انسان تو هر شرایطی که باشه خودش رو با اون شرایط میتونه آداپته بکنه و این یه مکانیزم خیلی خوبیه واسه آدم ها، خودش رو میتونه تو اون شرایط تطبیق بده. و اینکه یک کسی توی یه شرایطی بزرگ بشه و اون سختی ها رو بخواد تحمل کنه خیلی براش راحت تر نسبت به اینکه مثلا یکی هست که شرایط زندگیش متفاوت بوده یه دفعه‌ای مثلا بره تو همچین شرایطی. میگفت عدالت اینه که تو اون شرایط بزرگ میشی و حالا یه سری سختی ها هم برات پیش میاد و در عین حال مکانیزم دفاعیش هم به تو داده و حالا اگه اون شرایطو نداشته باشی توی حالت های دیگه باشی مثلا ممکنه مشکلات دیگه برات پیش بیاد. یعنی هر کسی به اندازه شرایط و امکاناتش انگار مشکل داره تا حدی. حالا این چیزایی بودش، مکاشفات من در دوران اول اینترنی بودش. حالا اگر که شما چیز دیگه به نظرتون میرسه حتما حتما به هم بگین. بای بچه داردین هم میشه. بله خدافر.